به نام خدا شاگردای عزیز سلام خوب هستین بخیرین جور باشین سعادتمند باشین خب شاگردای عزیز ما و شما ریاضی سنف هفته ما با هم دیگه میخوانیم درست است اول از همه قرار بود کارخانگی با ما روان کنه درست است یعنی کارخانگی چه طریق با ما روان میکدین یا تا نفت گفتم از واتساپ در نمبر چی 20964780255413 فیس و اگر کدام سوال پیشنهاد انتقادی هم دارین میتونید با ما در ارتباط شوین از همین دنبر که برای شما خواندم صحیح است خب شاگردای عزیز جلسه سوم ما از فصل دوم ما و شما امروز چی را میخوانیم اول از همه چی را میخوانیم تقسیم طاقت ها را میخوانیم که اگر یادتان باشد جلسه قبل ضرب عداد طاقت ها را خواندیم یعنی نه اعداد طاقت هم توان دیگه نه تواندار خواندیم و ضرب دو عدد توان دارم خواندیم حال امروز چی رو میخوانیم؟ تقسیم طاقت یا اعداد تواندار رو میخوانیم ما شما که چی فرمول داره و بعد از و چی میخوانیم؟ روش علمی عدد نمیسی سیست؟ یا چی میگیم؟ یک روش است که ما میتونیم اعداد خیلی کلان یا خیلی خورد هم میتونیم چی؟ با آسانی چیکار ب... کنیم؟ نشان بتیم که امی عدد چی است؟ باز باز که سر تختر هستیم برد کامل تشریح میکنم و در آخر چرا میخوانیم؟ بزرگترین قاسم مشترک دو عدد قاسم خو گفته بودیم چی بود دیگه یا مقسوم علیه برش میگفتیم درست است مقسوم علیه یا قاسم درست است یعنی اردوش درست میگیم دیگه خب قاسم که میفهمیم چی است اگر یک عدد بالا یک عدد پورا تقسیم شوه عدد دومو بگیم قاسم عدد اول به عنوان مثال 18 بالای 2 پورا تقسیم میشه نه 18 تقسیم بر 2 باقی مانده چند میشه؟ صفر میشه پس 2 یک مقسوم علیه 18 یا یک قاسم 18 میباشد درست است که حال ما او را با سر تخته براتان بیشتر تشریح میکنیم صحیح شد؟ خب شاگرده عزیز با ما همرا باشید خب شاگردای عزیز گفتیم چی تقسیم طاقت ها رو قرار رو بخونیم و شما دمی امروز درست است خب شروع میکنیم اول از همه یادآوری بکنم ضرب طاقت ها رو در جلسه قبل یادتون هست دیگه نه به چی شکل بود با یک مثال ما کار میکنیم اول که یادت بیایه به عنوان مثال گفتیم دو به دو توان سه یا دو به طاقت سه گفتیم بخوانیم فرق نمی نه ضرب داره دو به توان پنج چی هستی؟ این ضرب دو عداد تواندار که چی قایده از این چی هست؟ مساوی وقتی وقت قایده مفای بود فرمول چی بود؟ گفتیم که یک تا از قایده مساوی رو نویشته میکنیم سعیست دو رو میکنیم و قایده و توانها یا طاقتها با همدیگه چی میشه؟ جمع میشه یاد دست دیگه نه؟ پس میشه سه جمع پنج که مساوی میشه با دو به توان صحیح است؟ یا تا نامد دیگه نه و اگر گفتیم به این شکل باشد به عنوان مثال پنج به توان سه زب در 4 به توان سه در این مثال چی است؟ در این مثال قایده مساوی نیست اما توان ها مساوی صحیح می میبینیم که توان دو چند است؟ سه است در حالت چی میکردیم؟ در این حالت گفتیم که یک تا از توان های مساوی رو نوشته میکنیم و قایدار در هم ضرب میکدیم یاد دست پنج چار بیست سیست پس میشه بیست به توان سه پس فکرت باشه شاگردای عزیز دقت کنید ها چی گفتیم اگر قایدا مساوی باشد یک بینش ضرب باشد یک تا از قایدار نوشتن میکنیم توانها با هم جمع میشود فکرت باشه جمع میشود اما اگر توان ها باشد یک تا از توان های مساوی رو میکنیم و قاعدا در هم چی میشه ضرب میشود فهمیدی یاد دستگیر گفته بودیم دیگه نه حال چی است حال ما میخوایم چی کنیم در درس امروز تقسیم طاقت ها رو بخونیم صحیح تقسیم رو بخونیم که اگر به جای از علامه ضرب تقسیم بود چی کنیم پس من فرمول اول نوشته میکنم باز یک تا یک تا مثال برات کار میکنم صحیح پس من تختر پاک کنم خب فرمولش به این شکل است دقت کنید شاگردهای عزیز و گرامی اگر ا ای به توان n تقسیم بر به شکل. ای ای این شکل ا ای به توان m باشد ا به توان n ا به توان m. که قاعده مساوی است هر دو قاعده چی است ا است اما توانا فرق میکند سیست خب چی میکنیم در اینجا گفتیم یک تا از قاعدهای مساوی رو نوشتم میکنم و توان n منفی m می شود پس نوشته می کنم n منفی m صحیح n منفی m نوشته می کنم مثالش برات کار می کنم مثال به این شکل است 3 به توان 5 تقسیم بر 3 به توان 2 جواب چی میشه قاعده مساوی است بله هر دو قاعده چند است 3 است پس یک تا از قاعده مساوی که 3 نوشته می کنم و پنج منفی دو نوشته باید بکنیم است؟ پس میشه پنج منفی دو که جواب چی میشه؟ جواب میشه سه به توان پنج منفی دو چند میشه سه میشه پس سه به طاقت سه یا سه به توان سه که جواب از اینم میفهمیم که چی است این جواب دریافت کنیم میشه سه ضرب در سه ضرب در سه جواب چند میشه سه سه نو سه نو بیست و هفت تا جواب آخر چند است؟ 27 است. اما شاگرد عزیز دقت کنید در اینجا که نوشته که سه به توان سه خلاص. سه تا اینجا سه است. اگر هم خوب بهتر. اما اگه اختصار نکردی فرق نمیکنه صحیح پس فهمیدی چی شد پس یک بار دیگه گوش کن اگر قاعده مساوی باشد بینش چی باشد تقسیم باشد یک تا از قاعده مساوی رو نوشته میکنم و توان توان اول منفی توان دوم نوشتم میکنم صحیح پس n منفی m و میرم دریافت میکنم چند میشه خب اما اگر چی باشد فرمول دوم اگر ما داشته باشیم ای به با توان این تقسیم بر b به توان n. در این حالت چی است در این حالت فرق میکنه اما توان ها مساوی است خب چی میکنیم ده اینجا یک تا از توان های مساوی رو نوشته میکنم و چی میشه قاعده اول تقسیم بر قاعده دوم میشه اگر تقسیم شد که تقسیم میکنیم اگر نشد به شکل کسری نوشته میکنیم صحیح به عنوان مثال به شکل میشه ای تقسیم بر B قوس میگیرم و چی میشه کل به توان این میشه صحیح خب یک کار میکنم با عنوان مثال اگر به شک ما و شما داشته باشیم ده به توان سه تقسیم بر پنج به توان سه قاعده هم یا بگن شما؟ آفرین. توان ها مساویست بگین شما آفرین توانها ها مساویست توان چند است؟ سه هست. پس یک تا از توان های سه میکنم یک تا از توان سه و 10 تقسیم بر پنج چند میشه؟ باید تقسیم کنیم 10 تقسیم بر پنج دو میشه آفرین پس میشه دو به توان سه جواب ما میشه. اما این ای مثال کار کنیم این مثال شاگرد عزیز کار کنیم و چی شکل میشه به شکل. اگر داشته باشیم افت به با توان دو تقسیم بر پنج به توان دو سهیست قایده مساویست یا توان ها توان ها پس چی میکنیم یک تا توان های مساوی رو میگیریم دو را نویشته میکنیم و هفت تقسیم بر پنج خب تقسیم نمیشه هفت بر پنج ده این مثال قبل ده تقسیم بر پنج چند میشد؟ دو میشد اما او که تقسیم پر تقسیم نمیشه و چی شکل نوشته میکنیم گفتیم به شکل کسری باید نوشته کنیم پس میشه هفت در صورت و پنج میره در مخرج و قوسم باید 100 درصد بگیریم اگر قوس نگیریم توان مربع توان دو فقط از هفت است از پنج نیست ها فکرت باشه پس باید حتما چی کنی قوس بگیری صحیح شد پس شاگردای عزیز و گرامی دقت کنید چی شد دو فرمول دیگه ما گفتیم و چی است تقسیم طاقت ها پس تقسیم طاقت ها یا اعداد طاقتدار یا تواندار دیگر گفتیم پس به این شکل از فرمولاش من یک بار دیگه یادآوری میکنم برات که فکرت باشه اگر دو عدد داشته باشیم تواندار قاعده چی باشد مساوی باشد بین چی باشد تقسیم باشد یک تا از قاعده مساوی رو میگیریم نوشته میکنیم و توان اول منفی توان دوم باید بکنیم صحیح پس توان اول n منفی توان دوم نوشته میکنیم اب عنوان مثال سه به توان 5 تقسیم بر سه به توان دو یک تا از توان قاعده سر نوشته میکنیم و 5 منفی 2 چند میشه جواب سه میشه سه به توان 3 که اگر اختصار کنیم 27 میشه فرمول دوم فرمول دوم چه شکل است گفتیم که اگر توان ها مساوی باشد قاعده فرق کنه توان ها مساوی باشد چی میشه ای به توان n تقسیم بر b به توان n یک تا از توان های مساوی نوشته میکنیم و چی قاعده اول تقسیم بر قاعده دوم اگر تقسیم شد ده مثال به عنوان ده شکل نگاه کنید ده به توان 5 به توان سه یک تا اونایی سر نوشته کدم و 10 تقسیم بر 5 چند میشه دو میشه اما اگر تقسیم نشد به عنوان مثال ده مثال هفت به توان دو تقسیم بر 5 به توان دو خب یک تا از توانای دور نوشته میکنم اما هفت که تقسیم بر 5 نمیشه پورا تقسیم نمیشه خب نشه و فرق ما چی میکنیم به شکل کسری نوشته میکنیم. فکرت شاگردای عزیز دقت کنید عدد اول در صورت نوشته میشه و عدد دوم در مخرج میره باز نه باز من دیدم که بعضی از شاگردا 5 تقسیم نوشته میکنه 5 بر 7 5 بر 7 غلط است 7 بر 5 کل به توان 2 صحیح کل به توان یعنی قوس باید بگیره قوس نگیره غلط میشه فهمیدید دیگه نه خب شاگرده عزیز پس تقسیم طاقتها رو با هم چی کردیم خواندیم درست است پس ما چی میکنم اینو تیک مارک میکنم پس چی شد خلاص شد اما مبحث دومی که ما و شما امروز باید بخوانیم چی است روش علمی عدد نویسی درست است یا بعضی کتاب ها به شکل نماد علمی هم برش گفته میشه یا سمبول علمی صحیح؟ پس یک روش علمی است برای عدد نویسی خب ای کجا ای استفاده میشه دقت کنید شاگردای عزیز و گرامی ما اگر بعضی اعداد ما باشد خیلی کلان باشد یا خیلی خورد باشد سیست به عنوان مثال فاصله چی کره زمین تا خورشید سیست چقدر خیلی زیاد است دیگه نه چندین هزار کیلومتر میشه سیست خب این را اگه ما نوشته کنیم بسیار عدد کلان است یا فاصله چی ده اتم ده اتم سیست ده اتم فا... فا... ما چی میکنیم شای هم اتم اگه بگیریم چقدر میشه بسیار خورد است پس ما بعضی وقتا عددهای بسیار کلان یا بسیار خورده داریم و محاسبات به او داریم میخوایم دو عدد خیلی کلان رو جمع کنیم یا دو عدد خیلی خورده جمع کنیم منفی کنیم ضرب کنیم تقسیم کنیم و مطمئن باشید که عددها خیلی کلان باشد یا اگر خیلی خورد باشد دوچار مشکل میشویم سعیس ممکن است پیش ما غلط شود پس ما یک روش به شما یاد میتیم که او چی است عددهای خیلی کلان یا خیلی خورده ما نوشته میکنیم به او میگیم نماد علمی یا روش علمی عدد نویسی درست است که این به شکل است که بسیار کار ما چی میکنه آسان میکنه که ما و شما میتونیم عدد خیلی کلان یا خیلی خورده با هم جمع کنیم ضرب کنیم تقسیم کنیم اما عملی ها روش انجام بدیم صحیح؟ پس فامیل چی شد دیگه نه پس میریم سر تخته من این روش برای تو آموزش میدم که به چه شکل باشد درست است خب شاگرد عزیز پس روش علمی عدد نویسی یا نماد علمی هم بهش گفته میشه. نماد علمی نماد علمی یا روش علمی عدد نویسی پس چی است چاگر در عزیز فکرت باشه دقت کنید ها فکرتون باشه چی گفتیم نماد علمی نماد علمی گفتیم یک روشی است که برای نشان دادن اعداد خیلی کلان یا خیلی خرد از استفاده میشه چرا این کار میکنیم که غلط نکنیم دیگه نه اسمش ما غلط نشه محاسبات که انجام غلط نشه و ما بسیار آسان تر میتونیم چی نشان بدیم صحیح خب نماد علمی و روش علمی عدد نویسی به چه شکل ما اگر عدد خیلی کلان داشته باشم به عنوان مثال دو پنج یک دو سه چار پنج شش افت صفر، سفت به یک دو سه چار پنج شش هفت، اشت نو رقم است سیست این عدد خیلی کلان این رو اگر چی کنیم این عدد های خیلی کلان که نو صرف ده صرف داشته باشد با یار با هم جمع کنیم ضرب کنیم تقسیم کنیم اگر یک تا صفر است بهش ما غلط شد جواب غلط است دیگه بس ما ایر چی میکنیم؟ به شکل یک نویش نشان میدیم، به اون میگیم نماد علمی خب او چی, او چی شکل است؟ دقت کنید چاگرده عزیز؟ بهش شکل نشان میتیم ما بهش به شکل نویشتا جواب از چی میشه؟ دو قسمت داره نماد علمی دو قسمت داره یک قسمت یک عدد صحیح داره البته صحیح که نمیتونم بگیم میگیم یک عدد داره که او عدد اعشاری هم میتونه داشته باشه و او عدد ما 100 فیصد باید چی باشد بی از بیشتر مساوی یا بزرگتر مساوی یک باشد و کوچکتر از 10 باشد حالا باش باز مثال برات تشریح میکنم و یک قسمت چی دارد نو توان دارد ده به توان یک عدد دارد که حالا چه خمیر ما دریافت کنیم دقت کنید پس جواب ما به شک میشه خب شاگردای عزیز و گرامی دقت کنید یک عدد اگه اش من اول یک مثال برات کار میکنیم بازی رو حل میکنیم ما و شما صحیح است دو اشاریه پنج اشاره کجاست؟ اشاره پیش دو است دیگه بین دو و پنج است دیگه نه؟ 3 اشاره ۲ ای همچی هست که عدد اشاره دار هست، پس چه؟ اشاره بعد ۳ هست 52 اشاره 35، ای همکرده چی هست؟ اشاره دار هست عدد 25، شاگیر دای دقت کنید، اشاره هست کجاست اشاره داره یا ندارد؟ بلی اشاره دارد، اشارش ایش میتونیم به این شکل نویشته کنیم ای را ایر میتونیم نویشته 25 اشاری از صفر میشه به یک نشان داد دیگه نه این رو ما شما میفهمیم صفر بعد اشاره خب معنا ندارد سیست ارزش ندارد در ریاضیات اما در فیزیک اینا که باز بخونیم او ارزش دارد سیست او دقت نشان میده اما در ریاضیات صفر بعد اشاره کدام گپی نیست دیگه رو میفاهمیم چی میشه 25 میتونم نشته کنیم 25 اشاری صفر سیست پس نکته چی است یک عدد که اشاره نداشته باشه در اشاره شده کجاست اشاره در پیش آخر آخر عدد است سه هزار اشارش کجاست دی آخر است فکر خیفا میدید که چی شد دیگه نه خب عمالی اشاری از این عدد کجاست یا عدد اشاره دارد اشاره دارد بله اشارش دی آخر آخر است دی آخر آخر یک تا اشاری است که بعد از این صفر بوده که صرف نوشته نمیکنیم درست است خب باید چه کنیم باید دقت کنید شاگرد عزیز من این اشاریه باید بیارم تا بیارم بیارم رقم رقم تا پیش دو پس قسمتی که عددی که ما شما گفتیم هست باید حتما قسمت سعیش یک رقمی باشد یعنی اگر من پیش پنج بیارم غلط میشه چون قبل اشاره دو رقم است باید قبل اشاره ما شما یک رقم و عدد باشد سفرم هم نمیتونه و دیگه عدد باشد یک دو سه چار تا نو سعیست پس با خاطر اشاره ما شما باید بیارم دقیقا بین دو و پنج قرار بتیم پس من اشاره بیارم بین دو و پنج قرار بتیم. چی میشه؟ پس میشه دو اشاره پنج خوی سفرا چی؟ حال چی است؟ بعد اشاره میفته. بعد اشاره صفر نوشته نمیکنیم نمی دیگه نه؟ پس تا همین چی شد؟ ده اشاره پنج. خب چی نوشته میکنیم؟ نمی ضرب داره. ده با توان. این ده همیشه ثابت است. خواهی همیشه چی میشه؟ ده میشه. توان. باید ببینیم که اشاره ما شما چند رقم پس آمده؟ بشماریم. یک رقم، دو رقم، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت رقم پس آمده. سه پس آمده هشت رقم. پس چی میشه؟ فکرت باشه شاگرد از دقت کن. ما مال برد میگم. فرمول شیاس خلاف است اگر پیش بره توان ما منفی میشه اگر پس بیاید توان ما چی میشه مثبت میشه پیش دیس راست دیس راست مثبت است دیگه نه در محور خود میفهمیم دیس راست مثبت خلاف میشه دیس راست اگر بره پیش بره اشاره ما و شما چی میشه علامه توان تا... علامه توان چی میشه منفی میشه اگر اشاره پس بیاید توان چی میشه مثبت میشه حالا چند رقم پس آمده؟ یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت پس توان از میشه منفی 8 نه خیر مثبتشون چون پس آمد ولی گفتم گفتیم دیگه خیر چی میشه مثبت اش پس فکرتون باشه دا دقت کنید خلاف است پس بیاید توان مثبت میشه پیش بره توان چی میشه منفی میشه سیست خب چرا قمال پس بره یا پیش بره باید 100 قسمت قبل اشاری ما شما چی یک رقمی باشد قبلش یعنی اشاری عدد قبل اشاری دو رقم نباید باشد باید یک رقم باشد صحیح فهمیدید چی شد دیگه نه یک تا مثال دیگه کار میکنم به عنوان مثال سیصد و چل هفت اشاریه رو گفته به شکل چی نوشته کنید؟ به شکل نماد علمی نوشته کنید خب اشاریه ما شما کجاست؟ بین هفت و یک است باید کجا بیایه؟ باید بیای پیش سه قرار بگیره چرا؟ چون قبل اشاره گفتیم باید چی باشد؟ یک رقم باشد حال قبل اشاریه ما شما چند رقم است؟ سه رقم است باید حتما قبل اشاره یک رقم باشد پس این اشاره ما باید بیاریم پیش سه قرار بدیم پس پیش سه قرار بدیم چی میشه؟ میشه سه اشاره چلو افت دوازده خیست؟ خب چند رقم پس آمده اشاره ما و شما؟ یک دو رقم پس آمده پس چی میشه؟ ضرب داره ده به توان مثبت دو صحیح؟ فرم چه رقم شد دیگه نه؟ خب شاگرد عزیز دقت کنید پس اشاره پس بره توان ما چی میشه پس به توان مثبت میشه پیش بره توان منفی میشه درست است خب یک تا مثال دیگه کار کنیم پس ما این پایین پاک میکنم یک تا مثال دیگه کار کنیم به عنوان مثال اگر داشته باشیم چی صفر اشاره دو صحیح است اینو گفته چی کنید به شکل نماد علمی نوشته کنید خب باید اشاره چی قبل اشاره گفتیم یک عدد یک رقمی باشد خب صفر گفتیم قبول نیست باید از صرف یا بین یا یک تا نو باشد یک دو سه چهار پنج شش هفت نو هر کدام فرق نمیکنه صفر قبول نمیکنیم قبل اشاره باید یک رقمی باشد پس اشاره ما شما باید بره پیش دو سه است. پس اشاره بره پیش دو پس میشه دو اشاره پنجا و دو در ده به توان چند اشاره چی رفته؟ پیش رفته پس توان از چی میشه؟ منفی میشه چند رقم رو پیش رفته؟ یک رقم پس توان از میشه منفی یک گال اعداد منفی رو ما شما سه که عدد منفی چی است پس همین فرمولش در ذهنت باشه اما در سوال های ما و شما که میاد که کتاب میاد امتحان میآیه همین توان همیشه مثبت میشه اشاره چی میشه پس میره سیست پس این ما روش کلیر برد گفتم که شما باز عدد منفی را بخورین یعنی اعداد دیگه من اما می تبدیل کرده میتونین صحیح و فکرتون باشه چی شد من یک بار دیگه تشریح می شاگرد دقت کنید اگر گفتیم که اشاره همیشه عدد که اشاری نداشته باشد اشارهش در آخر آخر است این اشاره باید به 100 فیصد بین دو و پنج قرار بگیره یعنی قبل اشاره ما شما یک رقم باید باشد صحیح یک عدد یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو هر کدام باشه یک رقمی باید باشد پس اشاره میاریم چی در بین دو و پنج پیش دو میاریم پس میشه دو اشاره پنج سفرای بعد اشاره هم خود نوشته نمیشه اشاره که به پیش دو قرار بگیر اینی سفرا بعدش دیگه نوشته نمیکنیم دیگه در ریاضه دون ارزش ندارد بعد اشاره اگر سفر باشه سعیست پس اون رو نوشته نمیکنیم پس میشه دو اشاره پنج زب در ده به توانه خب آل اشاره ما شما چند رقم پس آمده یک دو سه چار پنج شش افت اش رقم پس توانشی میشه مثبت اشت اما اگر اشاره پیش بره توان چی میشه منفی میشه خلاف است حال اعداد منفی رو ما و شما در فای بعد میخوانیم و میفهمیم که به چه شکل است پس فعلا سوال های ما و شما فقط به این شکل میشه اشاره پس میایه پس توان چی میشه مثبت میشه صحیح است پس فهمیدید چه رقم دیگه نه و این ده همیشه ثابت است قاعده همیشه چند است دست. پس یک اندروش علمی عدد نویسی ما یا نماد علمی دو بخش دارد یک بخش عدد دارد یک بخش بخش چی دارد ده به توان یک عدد دارد بینشم چی است؟ فیصد ضرب است پس ما رقم شد دگانه، پس اگر یک عدد به ما و شما داده باشه که به صورت نماد علمی بنویسید یا روش علمی عدد نویسی از استفاده کنید ما و شما میتونیم رو چی کنیم؟ تبدیل کنیم صحیح شد خب پس شاگردای عزیز شاگردای عزیز و گرامی پس چی است روش علمی عدد نویسی یا نماد علمی رو گفتیم به شک ما و شما میتونیم استفاده کنیم و برای تشکیل کردم که چی رقم میشه درست است پس من اینم تیک مارک میکنم پس این هم چی است روش علمی عدد نویسی ما و شما خب و قسمت آخر قسمت آخر ما و شما چی است بزرگترین قاسم مشترک یا مقسوم علیه مشترک دو عدد درست است خیلی میریم سر تخته من تخته رو پاک میکنم با مثال برای تشریح میکنم که به چی شکل میباشد شاگرد عزیز بزرگترین قاسم مشترک یا مقسمون علیه مشترک دو عدد قاسم که یا تا نست. یا اون مقسم علیه گفتیم دیگه نه گفتیم اگر یک عدد بالای دیگه عدد تقسیم کنیم دوازده تقسیم به سه جواب چند میشه؟ چار میشه دیگه چار سه دوازده باقی چند میشه؟ سفر میشه است؟ اگر در یک تقسیم باقیمانده مانده سفر شود میگیم دوازده بالای سه پوره تقسیم میشود درست است؟ پس دوازده بالای سه پوره تقسیم میشه چرا؟ چون باقی چند میشه؟ سفر میشه و سه میگه مقصومون علیه دوازده و دوازده چه میگه؟ مقسوم ریاتو نست گرد در مکتب خواندیم دیگه نه در سینفای چار بود پنج بود چند بود نه پس دوازده چی است؟ مقسوم است و ای سه چی است؟ علیه یا برای چی میگیم؟ قاسم یعنی قسمت کننده سیست؟ پس چی است؟ قاسم دوازده است خب آل دقت کنید چگرد عزیز عدد دوازه را قاسمایش نوشته کنید من داخل یک فیت قاسمایش را چی میشه؟ اول از همه یک است چون دوازده تقسیم به یک و پورا تقسیم میشه باقی مانده چند میشه؟ سفر میشه دقت کنید دوازده بالا یک تقسیم کو. دوازده تقسیم به یک چند میشه؟ دوازده میشه دوازده زب در یک دوازده باقی مانده سفر پس چی است؟ قاسم دوازده است پس یک بعد از یک چند است؟ آفرین دو چون دوازده بالای دو پورا تقسیم میشه بعد از دو چند است؟ بگین سه عمال گفتیم دیگه چی؟ چهار آفرین چون 12 تقسیم بر 4 هم چی میشه؟ پورا تقسیم میشه باقیمانده چند میشه؟ سفر میشه بعد از 4 چی؟ 5 چی؟ پنج نیست دیگه دوازه بالای پنج تقسیم با داره دو پنج ده باقی دو میشه پس 5 نیست بعد از 5 چند است؟ شش چون دوازده بالای شش پورا تقسیم میشه شاگرده هایز دقت کنید یک نکته برات میگم من. وقتی که عدد ما شما است عدد که بعد از نیم دیگه قاسم ندارد یعنی نیم که رسیدی بعد از نیم دیگه نداره سیست یعنی 7 8 و 9 و اینا رو چک نمی‌کنیم و آخرین قاسم چی است خود عدد چون 12 بالای 12 تقسیم کو پورا تقسیم میشه دیگه پس چی میشه 12 پس چی است سه تا قاسم های عدد 12 رو نوشته کردیم سه تا قاسم های عدد 12 رو نوشته کردیم خب عدد 16 را قاسمش نوشته کو 16 100 گفتیم همیشه یک خب وجود دارد دیگه یک هست دیگه شما هر عدد بالا یک تقسیم کنه پورا تقسیم میشه با چند میشه صفر میشه پس یک یک و خود عدد همیشه داریم فکرت باشه شاگرد عزیز دقت کنید پس فکرتون باشه یک و خود عدد همیشه داریم پس قاسمای 16 نوشته کو یک و آخرم 16 صد فیصد داریم خب دو چی 16 بالا دو پورا تقسیم میشه بله بالا دو پورا تقسیم میشه دیگه دو هشت میشه 16 صحیح پس دو سه چی 16 بالای 3 پورا تقسیم نمیشه چون 3 5 15 با قمانده 1 میشه پس 3 نیست 4 چی؟ 4 4 16 بله پس 4 هم هست دیگه چی؟ 4 هست 5 نیست 6 3 6 18 2 6 12 خیلی 16 نمیشه پس بالای 6 هم پورا تقسیم نمیشه 7 هم که نمیشه 8 بله 2 8 16 سهیس پس یه هم شد چند؟ 8 خب از 8 به بعد دیگه چک نمیکنیم چون به نیم رسیدیم سهیس به نیم شانزه رسیدیم خیلی بعد شند میشه خود 16 میشه پس چی از قاسم های عدد دوازده و قاسم های عدد شانزده رو من نوشته کردیم حال بین از این شاگرده عزیز دقت کنید بین قاسم هایی که نوشته کردیم مشترکش کدام است که در دو باشد یک مشترک است درست است دو مشترک است سیست دیگه چند چار مشترک است در تکرار شده دیگه نه پس قاسم ما عدد 12 نوشته کردم قاسم ما عدد 16 نوشته کردم و مشترکاش چی کردم مشخص کردم دورش خط کشیدیم آل بین از مشترکا بزرگترین کدام است بین یک دو و چهار بزرگترین چند است چهار است آفرین پس چی میشه بزرگترین قاسم مشترک بین 12 و 16 چی میشه عدد 4 میشه پس من نوشته میکنم بزرگترین قاسم مشترک عدد دوازده و شانزده دوازده و شانزده جواب چند شد؟ چهار شد سیست پس به این شکل است بزرگترین قاسم مشترک دو عدد ما شما به این طریق میتونیم دریافت کنیم اول چی میکنیم؟ اول میایم قاسم های عدد اول نوشته میکنیم قاسم های عدد دوم نشتم میکنیم مشترک هایش رو دورش خط میکشیم و بین مشترک ها بزرگترین نه انتخاب میکنیم و میشه بزرگترین قاسم مشترک یا بزرگترین مقسومون علیه مشترک و دقت کنید شاگرد های عزیز دیگه دیگه به نوشته نمیشه میشه بزرگترین مقصومون علیه مشترک صحیح پس قاسم یا مقسم بگیم فرق فهم میکنه و بعضی از کتاب ها شاگرد از دقت کنید بعضی از کتاب ها ویل چی میکنن بر از اول از بزرگترین میگیرن میم از مقسم علی میگیرن و میم دیگر از چی میگیرن از مشترک میگیرن و نام از چی میمانن ب میم میم بعضی از کتاب دقت کنید بزرگترین قاسم مشترک نامش چی است ب میم میم میگه ب میم دو عدد داری آفکو. پس ب میمیم چی میشه اما بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد یا بزرگترین قاسم مشترک صحیح شد خب پس شاگردای عزیز و گرامی پس هم از بزرگترین قاسم مشترک دو عدد درست است بزرگترین قاسم مشترک دو عدد میرم تیک مارک میکنم و درس ما و شما خلاص میشه امروز درست است پس بریم چه کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحه چ 4۲و و چوچر کتاب باید چی کنید حل کنید و به ما روان کنید از چه طریق روان میکنید بارها گفتیم دیگهر نی خودت بگو از چه طریق روان میکنید از طریق واتساپ نمبرش چند است ۲صفرنشچ 7 ۲۵ 1 درست است اگر کدام سوالم دارید میتونید با ما در ارتباط شوید خب پس پایان جلسه سوم موفق باشید مانده نباشید بخیر باشید شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارو.